در میان تمام درمان هایی که برای نعوذ وجود داره، دو تا از درمان های شیمیایی بسیار محبوب و رایج هستن و همواره این سوال در ذهن اشخاص میچرخه که این بهتره یا اون. این دو تا درمان شامل مصرف ویاگرا یا مصرف سیالیس. همواره این سوال پیش میاد که ویاگرا بهتره یا سیالیس بهتره، فرقشون چیه، اشتراکاتشون چیه، مضراتشون چیه. همه رو در این ویدیو خدمت شما عرض خواهم کرد. دوستانی که از طولانی شدن مقدمه ویدیو ناراحت هستن میتونن از اینجا به بعد رو اسکیپ بزنند. اما اگر عضو چنل ما نیستید به این قسمت توجه بکنید. هر هفته در این چنل ویدیوهای با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روی حالت حال قرار بدید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، شیر بکنید. اگر به واسطه دکمه تنیس هم کمکی به این چنل بشه، افراد کمک کننده منشن میشن، کمک ها به سازمان های خیریه‌ای که کمک های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوع جذاب ویدیوی امروز. ببینید، دو غول بزرگ در صنعت داروهای جنسی ویاگرا و سیالیس هستند. اما برنده نبرد میان این دو کدومه؟ کدوم عوارض کمتری داره؟ کدوم آزادی عمل بیشتری داره؟ بیش از 20 سال از پیدایش هر دو دارو میگذره. البته تاریخچه ویاگرا قطعا غنی تره، چون بالاخره کشف شد تا بتونه به مشکلات نعوذ مردانه پاسخ بده. در همین ابتدا یک پاسخ روشن رو از یک پزشک که بنده باشم دریافت بکنید که هیچ کدوم برتر نیست، اما تفاوت شدید در دوزها وجود داره. هر کدوم رو که بخواید برگزینید باید شما رو شارژ بکنه و بتونه آلتتون رو سفت و سخت بکنه. ویاگرا از دوزهای 25 میلی گرمی شروع میشه در مقابل سیالیس که تنها با 5 میلی گرم شروع میشه و هر دوتاشون تا 200 و حتی امروزه تا 800 میلی گرم ادامه پیدا میکنن. تضمین نعوذ قوی استفاده از دوزهای بالاتر این داروها نیست، چون که ممکنه راحتی کامل رو در اختیار هر کاربر قرار نده و عوارض جبران ناپذیری داشته باشه. هر کدومو که میخواید برای بار اول استفاده بکنید، ملزم به انتخاب کمترین دوز هستید تا با بدن شما تست بشن. سیالیس یا تادالافیل 5 میلی گرمه، کمی متفاوته. این قرصیه که هر روز صرف نظر از داشتن رابطه جنسی ممکنه مصرفش بکنید و این باعث میشه که سطح پایینی از دارو همیشه در سیستم بدن شما باشه و این به معنی نعوذ در هنگام تحریک جنسی دوباره خود به خوده. پس اینو آموختید که دوزهای پایین تر برای بدن شما بسیار مفید هستن. به جای اینکه سراغ تپش قلب های خفیف با دوزهای بالاتر برید، خیلی بهتره که با دوزهای پایین تر شروع بکنید. اما پنج دلیل که میگه سیالیس 5 میلی گرمی برای مردان بهتره. شروعی برای تقویت. در واقع شما میخواید که تغییرات رو به صورت اصولی و نردبانی شروع بکنید. شما وقتی دوره ای اون رو انجام میدید، شکی نیست که به نفعتون تموم خواهد شد. اما کاهش عوارض جانبی هم یکی دیگر از این دلایل. مصرف روزانه تادالافیل 5 میلی گرم یا 2.5 میلی گرم به معنای داشتن غلظت ثابت این دارو در بدن به جای اوج و پایین ترین میزانی که با دوزهای گاه به گاه ویاگرا دریافت میکنید. اشکالی نداره اگه یک روز مصرف نکنید. وقتی شما به صورت دوره‌ای بدن خودتون رو آماده کردید، مشکلی نیست که یک روز استفاده نکنید. در واقع سیالیس رو میتونید دوره‌ای مصرف کنید و فرقش با ویاگرا همینه، برای اینکه همواره مشکل نعوذ نداشته باشید. و سیالیس برای پروستات شما هم عالیه. به درمان و جلوگیری از بزرگ شدن پروستات کمک میکنه و به نفع قلب شما هم هست، چون اثرات مفیدی برای افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، بیماری عروق کرونر قلب، فشار خون بالا، نارسایی قلبی و همچنین افراد مبتلا به دیابت داره. اما در نهایت انتخاب نهایی کدوم باشه، پاسخ روشنی وجود نداره. مثل خواص سیب و پرتقال که هر دوتاشون به نفع مصرف کننده تموم میشن، حالا کدومو مصرف کنیم
نمیشه به این پاسخ داد. بزرگترین تفاوت بین ویاگرا و سیالیس مدت زمان موندگاری اونهاست. ویاگرا تا 8 ساعت موندگاری داره، در حالی که سیالیس تا 36 ساعت دوام داره. عوارض جانبی بالقوه اونها هم تقریباً یک سانه، در حالی که ویاگرا محبوب ترین محصول در دهه گذشته بوده، اما اکنون سیالیس به همون اندازه اگر نباشه در واقع کمتر هم نیست محبوبیتش. و مشتریان این داروها تحقیقی که بر روی اونها شده دوست دارند که اثر دارویی که میخورند طولانی تر باشه، یعنی معمولا سیالیس رو ترجیح میدن. اما تنها راه برای دونستن اینکه کدوم دارو برای شما موثرتره آزمون و خطاه. شما باید با پزشک خودتون در مورد عوارض جانبی و تداخلات احتمالی صحبت بکنید، چون واکنش هر فرد متفاوته و میتونه در تعیین برنامه درمانی که باید دنبال بشه کمک بکنه. کارشناسان زبده‌ای وجود دارن که میتونن شما رو در این راه یاری بدن، اما هر کدوم از داروها رو مصرف کردید و اثر بهتری روی نوز شما داشت، همون دارو رو میتونید انتخاب بکنید و مصرف بکنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و دور از انواع بیماری ها باشید. سلامتی با ارزشترین دارایی هر فرد در هر بعدیست. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.